در این بین امیر عباس فخرآور به خانواده خود هم رحم نکرد و حتی برنامه ای ریخت تا حداقل برادر کوچک خود را جذب ورطه ضد انقلاب کند. یه وعده هایی از خارج از ایران بمرسید. امیرمون که به من گفت که اینجا آزاده و اینجا فلان و اینجا زیبایی که اینجا داره هیچ جا نداره و اینجا رویاته و همون چیزی که تو خواب میدیدی اینجا عشق اروپا، عشق آمریکا. اما آرش فخرآور از روزهای ابتدایی ورودش به خارج از کشور متوجه می شود صدای تبل و دوهلی که شنیده بود فقط از دور خوش بوده و واقعیت اینجا چیز دیگری. زیر بارون بدن خیس از حوادث، قلم زخمی و ناقص، همه حرفاش خالی و سرد. روز عادت که مانه فرانسه چیزای قشنگی نهیدم از این کشور. دیدم ماشین شهل کن یارو مست اون بر افتاده یکم و وضعیت خوبی نداشتم تو این چند وقتی که اینجا بودم. کارتون خواب بودم، غذا نداشتم اکثر روزا بخورم. اما امیر عباس فخرآور در همین روزها که برادرش آرش کارتون خوابی میکرد سرش به کار خودش گرم بود و همچنان شو تبلیغاتیش رو انجام. واشنگتن خوش میگذره آیه فخرآور. ما عاشق ایالات متحده و عاشق اسرائیل هستیم. We love United States of America and we love Israel. وقتی تو از فرصت‌ها استفاده بکنی مثل یه بازیکن فوتبال جلوی دروازه که توپی رو بهت میدن میزنی تو گل، مرده‌خوری اسمش نیست. این اسمش اینه که هنرشو داشتی، تالنتشو، استعدادشو داشتی بتونی توپو بزنی تو گل. ما عاشق آمریکا و عاشق اسرائیل هستیم. بله، این دار و دسته همه عاشق آمریکا و اسرائیل هستن. اما گویی این حرف ها و این حناها دیگر برای آرش رنگی نداشت، چرا که او در کنار همین برج ایفل پر زرق و برق فهمیده بود که به بنبست دروغ های ضد انقلاب رسیده است و حالا اینگونه از تجربیات تلخ و واقعیت اپوزیسیون خارج نشین میگوید. خیلی از آدم ها بودن اینجوری رفتار کردن. آدمی بود که اینجا به من گفته بود که تو ایران که بودیم زنگ میزد شما باعث افتخار ما اینو که اومدیم اینجا، اصلا ما رو آدم حساب نکرد، اومدم اینجا گفت نمیشناسمت. اینجور آدم ها اینجا زیاد بودن. بعد جالبیش این بود که من زده شدم از همه اینا. جالبیش این بود که یکیشون برگشت به من گفت که اصلا هیچ کسی نمیشناستش. گفتم برای چی داری مبارزه میکنی؟ هدفت چیه مبارزه؟ گفت میخوام پادشاه شم. مگه من چمه؟ گفتم خب دمش گرم آدم احمق، خب زیاده، اینم یه دونه روش. آرش که از نزدیک با امیر عباس در ارتباط است، حال و اوضاع این روزهای برادرش را اینگونه توصیف میکنه. برادری که دیگر مانند آن چند ماه اول بعد از فرارش دیگر کسی تحویلش نمیگیرد و حالا تبدیل شده به یک مهره سوخته. درست اولش خوب بردنش، درست اولش شاید یه ماه، دو ماه، سه ماه، اصلا بگیم 6 ماه بهش هتل دادن زندگی کنه، ولی تموم شد اون دوران. فقط 6 ماه می‌خواستن، یعنی براشون تکراری شده بود، اسمای دیگه اومده بود بالا. برای آمریکا نمیگه، هنوزم دارن ازش استفاده میکنن، هنوزم خیلی به درد میخوره، برای تو اون 6 ماه بود که تازه از ایران اومده بود. اما آرش که نمیخواست سرنوشتش مانند برادرش شود و از طرفی هم در میان تور اطلاعاتی ایران در خارج از کشور قرار گرفته بود، اینگونه در پاریس جلوی دوربین خودی قرار میگیرد و باز هم از باطلاق ضد انقلاب خارج نشین و پشیمانیش میگوید. پسرم کلی حرف بود و اینکه میخواد برگرده جاسوس، و من خدا رو شکر تو این دو ماهی که فرانسه بودم همه چی رو فهمیدم. گفتم خب اگه مثلا آدمای مبارز اینجا اینان، یا مثلا خیلی ها رو دیدم که صحبت میکردن اینجا تو مجالس ها میرفتن صحبت کردن، ادعای گفت که من برگردم همه به من رأی میدن، نصف مردم ایران طرفدار منن، یکی اومده اینجا پیغمبر شده یه دین رو انداخته، یکی اومده دولت موقت رو انداخته. دیدم آدمای ابله زیادن، آدمای احمق زیادن، و اون کاری که من 19 ساله فهمیدم الان اشتباه کردم، آدمایی هستن که 65 سالشون هر رو نفهمیدن، و این خیلی عجیبه برام. حالا آرش فخرآور به تهران آمده است و گفتگوی مفصلی را هم اینجا انجام داد و نکات بسیاری را هم در اینجا تشریح کرد. اگرچه شاید آنها که گفتند متی در ازمیر یا مالزی است این واقعیت را هم نپذیرند و این اظهارات را هم تکذیب کنند، که البته خب خیلی جای تعجب نخواهد. اما مهم اینجاست که این مستندات و آبروریزی‌ها برای ضد انقلاب از قائله 78 بعد از سالها اینگونه روشن می‌شود. و حالا باید منتظر ماند و دید کی و کجا دستگاه امنیتی کشورمان مستندات جدیدتری را از فتنه 88 آشکار می‌کند. مستنداتی که مطمئناً مخاطبان رسانه ملی و مردم ایران بی‌صبرانه منتظر آن هستند.